بینندگان عزیز، با سلام به شما. ما 3 دقیقه هم برنامه رو زود شروع میکنیم که بدهکاری هامون رو پرداخت کرده باشیم. گرچه من باور دارم که زود شروع کردن و دیر شروع کردن دوتاش به یه اندازه اشکال داره. دلیلش هم براتون میگم. شما فکر کنید که هواپیما گفته مثلا 10 صبح پرواز میکنه، حالا شما بعد از 2 ساعت که توی صف بازرسی و تفتیش و اینها بودید رسیدید اونجا، 2 دقیقه هم مونده به 10 صبح به شما میگن هواپیما زودتر پرواز کرد. خب این ضرر دیگه، این درست نیست. سر وقت بودن درسته. چرا 2-3 دقیقه زود شروع کردم؟ گفتم ما امروز چهارشنبه 1 ساعت بیشتر با شما نیستیم، بعدش ساعت 3 با آقای یزدان خداوندلو هستیم، ساعت 5 با آقای پرویز مینوی هستیم. پس این 2-3 دقیقه رو غنیمت بشمارم و اون سلام علیک و احوال پرسی رو از این وقت اضافی به اصطلاح بگیرم تا وقتی از شما تلف نشده باشه. چهارشنبه هست امروز، 26 اکتبر 2016، برابر است با 5 آبان ماه 1395. بهتون گفتم ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوند رو خواهیم بود، ساعت 5 بعد از ظهر با آقای مینویی، و یادتون باشه جمعه هم 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک یعنی شرق آمریکا و 12 ظهر به وقت غرب آمریکا با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود، چون این هفته آقای دکتر افشارها در سفر پاریس هستند و با من و شما نیستند. شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همین جوری که این پایین نوشته. دکتر نصر احمدی ساعت 3 بعد از ظهر جمعه با ما خواهند بود. ضمناً از نه این هفته، فکر کنم هفته دیگه، اینجا هم ساعت زمستونه میشه که اینم دردسری شده و شنیدم که هیچ کمکی هم به اصطلاح انرژی سیف کردن چی میشه به ایرانی انجام نداده و نمیده. اگه کسی در این باره میخواد صحبت کنه خیلی خوشحال میشم که مهمون ما باشه. یکی از دوستان روی فیسبوک نوشته بود که شما یکی از بهترین منتقدین شاه و دوران شاه هستید. من براشون نوشتم که والا ممنونم از شما، ولی لازم نیست اصلا بهترین باشیم. این دوستان طرفدار پادشاهی اینقدر خودشون دروغ میگن، اینقدر مبالغه میکنن، شما کافی حرفای خودشون رو به مردم بگی. الان میدونید یکی از دلایلی که این آقای ترامپ به اصطلاح داره عقب میفته تو انتخابات اینی که میدیا یا رسانه گفته هاشو اینقدر زیاد پخش میکنه. به شوخی هم شبا میگن بزرگترین دشمن خودشه. حرف میزنه، اونا از این حرفی که زده نشونه اینو میده. حالا در حین برنامه بهتون نشون میدم دوستانی که در رابطه با آقای سعیدی چیزهایی نوشتند و اینها، و لازم نیست آدم باهوشی باشی و اینها، و خود اینها به شما میگن. مثلا یه جایی یه دوستی برای من فرستاده بود، نگاه که آقا جشنهای 2500 ساله 6 میلیون دلار بودجه براش گذاشتن، تازه کلیش هم اضاف اومده. خب اصلا به عقل جور در نمیاد اون خرجایی که کردن. حالا ما کاری به دوزی و بخور بخور و بدوز بدوز و اینا نداریم، اصلا 6 میلیون دلار نمیدونم این کارهایی که کردن، این چادرها، این خوراکایی که هر روز باید از فرانسه میمد و اینا، جور در نمیاد. خب میگه آفتاب آمد. دلیل آفتاب چیه؟ یه دوستی برای من یه ویدیویی فرستاده، نوشته آقا این شاه الله‌ها مگه آقای شجاع الدین شفا رو قبول ندارن؟ مگه مثل پیغمبر نمیپرستنش؟ بیا آقا ببین خود این چی گفته. بذارید ببینم من براتون پیداش کنم و ببینیم که خود این آقای شجاع الدین شفا 2500 سال جشنهای 2500 ساله چی میگه. ببینم میتونم این رو صفحه نشون بدم. ضمن این که ما بعضی وقتا اینا رو که نشون میدیم بعد به اصطلاح
یوتیوب یقمونو میگیره داخلی رو خیلی مرمون به توسعه. بله بذارید یه مصاحبه هست که 4 سال پیش، بیشتر از 4 سال پیش اینو تازه روی یوتیوب گذاشتن. حالا خدا میدونه که این مصاحبه انجام شده دیگه، حداقل من نمیدونم، ولی ببینید و بشنوید. امیدوارم صدا برای دوستان فیسبوکی هم خوب باشه. بفرمایید. دکتر شجاع‌الدین شفا، معاون دربار، جشن‌های 2500 ساله. برای اونایی که میگن 6 میلیون بودجه بوده، تازه خیلی هم کمتر خرج شد. بفرمایید. داشتی هر کدوم به جای مربوط میشد و همه هم لنج کار کردن. حالا با چه اندازه نمیدونم. میدونید که چه مثلا مبلغی صرف شد برای این جشن؟ آقای علمی ملان دیگه معین کرد که یادم نیست چند میلیون دلار بود و خیلی کمتر از این بود که گفته بودن. بعدن نمیدونم بررسی شد، بازی مقدار کمتر شد، زیادتر شد، ولی ادعای آقای علمی بود که خیلی کمتر از اون مقدار است که تقریبا چقدر شد؟ الان میگفت 400 میلیون دلار یه همچیزی. اگر برای چند روز؟ برای همه مدت جشن‌ها، یعنی تقریبا یه هفته طول کشید از زمان پازارگاه تا زمانی که تمام شده برگشتن به تهران، یه هفته شاید یا 10 روز طول کشید. برای یک جشن 400 میلیون دلار برای یک هفته کم زیاد نیست؟ بله. نه زیادی؟ دوستان تازه الان ادعا میکنه زیاد نیست. اون با این اونم با این تشکیلات، یعنی با این مثلا مراسمی که تمام دوره های تاریخ ایران یکی یکی با همون کلاها، همون لباسا، همون موزیک، همون چیز باشه، یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری برسه تا به امروز، این خیلی خرج بود. خرج نور و سنلایت، مثل خرج نور و صدای تقریبا 2 میلیارد دلار اعلام میشه. تحت جمشید. بله، اون کسی که مصاحبه میکنه میگه 400 میلیون دلار اون زمان اندازه 2 میلیارد دلار الان میشه. این مغز متفکر شاه نشسته، اولا کلی هنومن میکنه که از اون چیزی که قرار بود کمتر شده، بعد اون بازرنگی ازش در میاره میگه حالا چقدر شد؟ این کمی که شد چقدر شد؟ 5000 دلار بوده شده 4000 دلار. میگه گفتن 400 میلیون دلار. 400 میلیون دلار ملتی که مدرسه نداره، ملتی که معلم نداره، بچه ها رو به عنوان سپاه دانش میفرسته تو دهات، اونم بدون هیچ وسیله، که ماجرای خود سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج آبادانی خودش کمک کرد. آقا بچه تو شهر بزرگ شده، رفته مدرسه، حالا تو از مامان و باباش جداش میکنی میفرستیش یه جایی که زبونش هم بلد نیستن. داداش خود منو فرستاده بودن آبادان، یه جایی شلمچه بغل رودخونه نابود. داداش من تعریف میکنه، میگه آقا این رودخونه بهمنشیر خودشون میگن کوسه داره، اون وقت بچه هاشونو که میخوان تنبیه کنن میبندنش به یه آب، به یه چوبی توی اون آب. خب حالا ما که از خانواده مرفه و بزرگ و پولداری نبودیم، ولی همین آقای سربی از شیراز شما برمیداری میبری آبادان، اون وقتی بنده خدا کشتی میخواست بگیری، از تا از که میشد با دوچرخه و با ماشین نمیدونم سر راه سوار شو و اینا خودش میرسون به آبادان. بابا قبول کنید اشتباه کردم. نه یه خانم، من والا بلا تلا تلا هرچی بگی بعد نمیگم، من دارم حقیقت رو میگم. شماها هستید باید بیان بگید آقا بد کردن، بد کردن که به اینجا رسیدن، اشتباه کردن. و الا شما برای من اینسی آقای سربی از شاه بد نگو. من کجا بد گفتم؟ بله سپاه ترویج و آبادانی اینها فکر و هدف خوبی بود، اگر به جای این پولایی که اینجوری دزدیده میشد، بله اون 2500 تا مدرسه ای هم که گفته بودن میساختن، که این سپاهی دانش تو همون مدرسه یه اتاق هم داشته باشه، اقلا خواب و آسایشش درست باشه. نه که آقا برو توی دهی کجا زندگی کنم، برو اونجا دیگه خودشون به اصطلاح
برات یه امکاناتی فراهم میکنه. حالا بازم خدا پدر این دهاتی ها رو بیامرزه، یه اتاقی میدادن، شام و نهاری میدادن، چون با اون حقوقی که میدادن اینا اصلا غلط بود. از میگه همون خشت اول چون نهد معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ. این معمار این خشت رو کج گذاشت تا سریا هم کج نرفت، همون 57 سال که رفت بالا ریخ پایین، کج بری میریزه پایین دیگه، اگه به فیزیک و نیروی جاذبه زمین و اینها باور داشته باشید. و اما جزایر ایرانی در خلیج فارس، ممنونم از آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور که لطف میکنن مقالایی رو که به نظرشون جالبه یا خودشون نوشتن یا تحقیق کردن برای من و دوستانشون روی ایمیل میفرستن. امروز برای من یه چیزی فرستادن در رابطه با سه تا جزیره‌ای که اولا متنش اینه: ادعای شیخ جوان اماراتی، ماجراهای پرفراز و نشیب این سه جزیره. نوشتن که در خلیج فارس قریب به 130 جزیره وجود دارد. درباره حاکمیت بر بعضی از این جزایر بین کشورها اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از جنجالی ترین مسائل و اختلاف مربوط به ادعای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک می باشد. برای روشن نمودن درک واقعیت های موجود، بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسئله در چارچوب قواعد و اصول حقوق بین الملل می تواند ابزاری مناسب برای دفاع از امنیت و حاکمیت و منافع ملی ایرانیان باشد. من به ایشون پیشنهاد کردم حالا که شما زحمت میکشید و اون بلاگ خودتون رو به اصطلاح مینویسید، عکس میذارید، ویدیو میذارید، اینا رو اگر روی بلاگتون هست فقط برای من و دوستان لینکش رو بفرستید و ما اون لینک رو به اصطلاح در موردش صحبت کنیم یا چیزای دیگه. دوستان اجازه بدید یک لحظه. ببخشید دوستان، بذارید من اینا، بله یک مشکل اینجا پیش اومده بود و یه سوالی بود باید میرفتم و میامدم. خب بله، از آقای آریانپور خواستم که ایشون به اصطلاح این مقاله ها و اینها رو روی بلاگ خودشون بذارن، لینکش رو برای من و دوستان دیگه بفرستن. به این وسیله وقتی ما میریم اونجا هم تعداد ویزیتور صفحه ایشون زیاد میشه، توی گوگل رتبه بهتری پیدا میکنن، میرن بالاتر. هم اینکه دوستان وقتی اونجا هستن دو تا مقاله دیگه هم به چشمشون میخوره. حتما شما هم مثل من هستید، میرید توی یوتیوب یه برنامه رو نگاه کنید، این بغلش 4 تا ویدیو که گذاشته اونا رو هم یه نگاهی میکنید. این هم پیشنهاد من به ایشون بود. و اما یه دوستی برای من گفته شما و دوستان در رابطه با اینکه انقلاب بود یا شورش بود و اینها، یه مستندی هست روی تلویزیون من و تو و ایشون لطف کرده یه مبلغی رو داده که ما دو سه روز این رو پخش کنیم، 2 ساعته. ولی نمیدونم چرا ایشون قسمت 4مش رو به اصطلاح برای من فرستاده که نشون بدم. حالا یا اشتباهی بوده یا اینکه به اصطلاح اون قسمت 4مش برای ایشون مهمه. ما اینجا بارها گفتیم شما هم میتونید
یا ویدیوهای خودتون یا ویدیوهایی که دوست دارید، حتی ویدیوهای روی یوتیوب رو میتونید توی تلویزیون مردم پخش کنید بدونی که هیچ مشکل کپی رایت و اینها هم داشته باشید، چون اونجا بعضی وقتا اگر خودتون بذارید روی یوتیوب خودتون مشکل پیش میاد. بله، و این دوستی که لینک ویدیوی شجاع‌الدین شفا رو برای من فرستاده نوشته بود که جالب اینجاست که این آقا هنوز هم در آخر عمرش فکر میکنه که 400 میلیون برای اون مملکت پولی نبوده، اونم مملکتی که 60% در دهات زندگی میکردن، بی سواد بودن، گرسنه بودن، مریض بودن، ادویکیشن نداشتن. It's not very much، میگه گفته خیلی نیست. They should be ashamed of themselves، میگه اینها باید از خودشون خجالت بکشن. آقای سعیدی، یه تاپیک خوب برای برنامه آینده. No wonder that revolution happened، هیچ جای تعجب نیست که انقلاب انجام شد. حالا یه چیز دیگه من براتون میگم. من چون توی شیراز زندگی میکردم، یادمه که ما که خب جوان بودیم، ولی میگفتن که کلانتری و شهربانی و اینا توی شیراز داره افرادی رو که شرور هستن، بهشون مشکوک هستن که اینا ممکنه در جشن‌های 2500 ساله خرابکاری کنن، کاری انجام بدن، اینا رو دستگیر میکنن. شما اینو داشته باش دوستان، فکرشو بکن، شما آدم شروری هستی، الان جرمی نکردی، ولی میان دستگیرت میکنن، میندازنت زندان، برای این یه هفته دو هفته ای که اینها جشن دارن شما تو زندان باشی. یه فیلمی هست اگه تونستید حتما نگاه کنید، فیلم مستندی هست از زندگی این جان مکفی. مکفی میدونید که کسی بود که سال 1980 و سامتینگ یک پروگرامی رو درست کرد برای کامپیوترهای من و شما که آنتی ویروسه به اصطلاح. حالا بعضی ها میگن خودش اصلا ویروس درست کرد فرستاد، اولین ویروس هم به نام پاکستانی بوده، ویروس درست کرد فرستاد، بعدم خودش گفت این داروش، و بعدم میدونید توی 90% از کامپیوترها به اصطلاح اینو اول به شما 30 روز مجانی میدن، بعد که میخواید باید 60 دلار نمیدونم چقدر بدی بخری، 30 دلار 60 دلار هرچ. ولی این یه دفعه میلیونر شد. حالا که میلیونر شد، خب اینا که میلیونر میشن، مخصوصا اونایی که یه دفعه پولدار میشن، یکم هم مغزشون داغون میشه، بعضی ها قشنگ میفهمن یه زندگی درستی رو هم میندازن مثل بیل گیت، یه پولی هم به این اون کمک میکنن، بعضی ها مثل استیو جابز. شما برید نگاه کنید زندگیش، ببینید حتی با دختر خودش چگونه رفتار کرده، پول به دخترش و همسر قبلش نه، با زنی که به اصطلاح با هم خوابیده بودن تا این دختر درست شده و اینها، نمیداد که اونها از دولت کمک میگرفتن. در هر صورت برگردیم اینجا، این آقای مکوی اینجا دوچار درد سر میشه با دولت آمریکا و فلان اینا، بلند میشه میره نمیدونم این بلیز توی مکزیک کجاست، در اصل میره توی اون بلیز، همین جای قشنگ و زیبایی که شما یه طرف قشنگش رو میبینید. ببین شما وقتی میای واشنگتن، این خیابون کانستیتوشن و اینها رو که میبینی جای قشنگیشه، دو تا خیابون میری اون ورتر جاهای زشتیشه. بلیز جاییه که این فیلم شاهز آف سنست، یه فیلم ایرانیه، بچه پولارا و کلیمی های کالیفرنیا رو نشون میده و خانوما رو چی کار میکنن و آقایون چی کار میکنن اینا بمانن، ولی اینا هم رفته بودن اونجا. در هر صورت این آقا تصمیم میگیره میره اونجا. وقتی میره اونجا بهش میگن آقا اینجا جای ناامنیه، اینجا برای 50 دلار همدیگه رو میکشن. میگه خب مثلا بدترینش کیه؟ میگه بدترینش این فلانیه که اصلا اسمش اسم تفنگه، مک‌10 و آدمکش و فلان اینها. میگه بیاریم استخدامش من میکنم. میگن استخدامش میکنی؟ میگه آره دیگه، من وقتی آدمای بدو جمع کنم استخدامشون کنم، اونای دیگه از من میترسن. و همین جوری هم میشه، ولی چون این دیوانگی ها دنبال داره، انقدر این کارا رو کرد، بعد خودش اونجا فکر میکرد شده، وقت به پلیس باج میداد، براشون اسلحه میخرید، براشون ماشین میخرید اینا، بعد اونجا هم یه آدمی رو گویا به دستور این میکشن، بعد دوباره فرار میکنه میره گواتمالا نمیدونم، از اونجا حالا دوباره برمیگرده آمریکا. و یادتون باشه سال 2016 همین امسال ایشون هم جزوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود، چیزی که هست توی اون مراحل اولیه
به آقای گری جانسون، این که همش مواد حشیش و اینا میکشه، وید میکشه، ماریجوانا میکشه، باخت و رفت بیرون. و الا یه دیوانه دیگه مثل جان مکفی هم داشتیم. حالا اون چیکار کرد؟ این آدمای شرور رو استخدام کرد، خونه بهشون داد، یکی شده بود محافظش، یکی شده بود باغبونش، یکی شده بود مأمور استخر و فلان اینا. بعد همه میگفتن خب این دیگه به ما بهترین زندگی رو داده. حالا شما فکرش بکنید، اگر اون دولت دولت خوبی بود، حتی به این آدمای شرور میگو آقا ما یه 500 تومانی به شما میدیم، شما دو هفته بلند شو برو مشهد، برو توبه کن، یه کاری بکن که این طرف هم خوشحال بره و بیاد، همیشه هم یادش باشه این جشنای 2500 ساله بود که به اصطلاح من رو فرستاد مشهد. ولی من یادمه یک موتوری بود، موتور کرایه میداد و چرخ تعمیر میکرد و اینها، این اصلا نصفی از دوستاش و اینا رو گرفته بودن، همون در شیخ شیراز، سمت چرخی بود اسمش چی بود. خب اینا اون یکی به اون میگه، اون یکی به اون میگه، برای خودش دشمن درست کرده. به چه دلیلی؟ 50 کیلومتری شیراز توی تخت جمشید میخواد یه مشتی شاه و وزیرای کشورهای گشنه تر از خود، آدم حسابی که نیومدن که، چهار تا گشنه گدا رو آورد اونجا. اون وقت حتی افراد دولت خودش رو نیاورد اونجا، نمایندگان مجلس خودش رو نیاورد اونجا. آخه خجالت بکشید. بعد میگین ما آوردیم اینو که صنعت توریستی، به دنیا بگین ما کی هستیم، به دنیا بگید کی هستی. این میگم خودتون گندشو بالا میارید. آقا اگر این جشن رو نمیذاشتی، اون خبرنگار فرانسوی نمیمد بره شمس‌آباد عکس بگیره ببینه بچه ها با گوه و فضله نمیدونم مرغ دارن بازی میکنن، بعد بگید بابا این شاه دیوونه است، نگاه کنید این ور توی اتاقا نمیدونم توی این چادرها دستشویی فلان و طلایی و فلان اینا، این ور ملتش اینجوری گرسنه توی فضولات نمیدونم مرغ و خروس دارن برای خودشون میچرن میپلکن. خودشون هستن دوستان. من آدم نابغه‌ای نیستم، من چیزی نمیگم که، من حتی رشته آسیب شناسی هم نخوندم، رشته که من خوندم برقه، بله بلدم اون ترابل شوتینگ نقطه به نقطه، یا یه چیز دیگه یاد گرفتم. شما اگه رفتی دکتر حالت بد امروز، تب و اسهال و استفراغ داری، بهت میگه دیروز چی خوردی یا از کی شروع شد. شما میگه از سال 1342. چرا شروع شد؟ انقلاب 1341 چی شد؟ کجاش فاسد بود که تو امروز ترترک گرفتی، بالا میاری، تب داری؟ اینه. حالا شما میخواید بگید نه، اوکی، دکترم میتونه همینجوری یه قرص علکی بهت بده، فکر کنه مثل دیگران مثلا مریضید یه چیز دیگر، یا میکشتت یا خوب میشه، هر جوری دوست داری. ولی یادتون باشه دکتر که میری میگه دیروز چی خوردی، اون خوراکی که دیروز خوردی نتیجهش امروز اینجا داره عمل میکنه. خب بله، ببینم که براتون دیگه چی گذاشتم. کردیت کارت تو ایران، این کردیت کارت معجزه قرن بیستمه دیگه، نه؟ گرچه این ماجرای طلب و بده، ببینید وقتی شما به من یه پولی میدید من به شما بدهکار میشم، یعنی حقیقتا برای من یک حساب اعتباری باز کردید. بقالی های ایران، نونوایی های ایران، رستوران ها بعضی هاشون یه حساب های اعتباری برای دوستانشون باز کرده بودن، برای که اون طرف میومد میخورد، بعد آخر هفته مثلا آخر ماه کارمندای اداره خیلی هاشون حقوقشون تا آخر ماه نمیکشید، بقال سر کوچه نمیدونم بزاز هر کی یک کردیت یا یه اعتباری میداد. حالا این کردیت ها جنبه عمومیت پیدا کرده و توی آمریکا که الان دیگه مردم اینجوری شدن، شما اگر این پلاستیکا رو کریدیت کارت ها رو ازشون بگیرید، اینا حتی ندارن که بنزین بزنن تو ماشین فردا برن سر کار، حتی ندارن فردا صبح قهوه بخورن، حتی ندارن فردا ظهر نهار بخورن. حالا اگه داشته باشن که امشب رو بگذرونن، ما تازه بهشون خیلی اعتبار دادیم گفتیم. ولی براتون یه خبری رو از بی بی سی میخونم ببینم که خب کام اقتصاد ایران با کارت اعتباری مرابحه شیرین می شود. اینم خیلی جالبه، میگم بهتون ما دیگه حالا ایران نیستیم، این کلمه ها رو هم باید یک کمی
تمرین کنیم تا یاد بگیریم اینا چی میگن، اصلا منظورشون چی هست. بله مال همین امروز هم باید باشه. بله 3 ساعت پیش نوشته که سیاوش نوروزی گفته که بانک مرکزی ایران برای تحریک تقاضای داخلی کارت‌های اعتباری مرابحه که معنیش کام هست را طراحی کرده که مشتریان بانک ها می توانند بعد از اعتبار سنجی این کارت ها را تا سقف 50 میلیون تومان دریافت کنند. میگه اعتبار کارت های خرید کالاهای ایرانی 10 میلیون تومان بود، ولی اعتبار کارت های مرابحه کام که صدور آن از مهر ماه آغاز شده تا 50 میلیون تومان افزایش یافته است. کارت های اعتباری جدید بر مبنای عقد مرابحه که یکی از عقود اسلامی صادر می شود، مرابحه معامله است که در آن فروشنده قیمت تمام شده کالا و هزینه آن را به مشتری اعلام و درخواست نرخ سود معینی می کند. خب حالا چرا اینا رو داره میگه؟ میدونید که آخوندا از روزی که آمدن گفتن ما میخوایم سیستم اقتصادی اسلامی را بندازیم، قرض الحسنه. خیلی جا هم شروع کردن دفتر قرض الحسنه این، دفتر قرض پس نده اون درست کردن، با مشکل مواجه شدن، به جای رسید که الان توی ایران بعضی ها 20%، 25%، 30% نزول میدن یا نزول میخورن. و وقتی که توی مملکتی 20%، 18%، 15%، 15% شما میخوای به کسی که پولشو گذاشته اینجا سود بدی، این پول باید برای شما 30% کار کنه، یعنی تورم خود به خود بالای 15% میمونه. چون چیزی رو که شما امسال خریدی 100 تومن، سال دیگه حداقل باید بخری 115 تومن، 15% تورم. وقت دنیا آمریکا و این ور وقت تورمشون 2%، 3%، با چنین مشکلات و معضلاتی روبرو هستن که آمریکا حدود 20 تریلیون دلار بدهکاره، بیشترش هم به چین. و این بدهکاری رو همجور سرسری نگیرید. امروز یه دوست برای من یه ویدیوی فرستاده بود توضیح میده که این بدهکاری از کجا میاد. موقعی که آمریکا 14 تریلیون دلار در سال خرجش هست، ولی 7 تریلیون تا 10 تریلیون از مردم مالیات میگیره یا درآمدش از، نمیدونم، اینجا نمیشه بگی دولت درآمد داره، مثل ایران نیست. اگه کسی مثلا نفت داره، نفت مال خودشه میفروشه، ولی اینا از مالیات میگیره. خلاصه بعد اون دفیسیت یا کمبود رو یا اون اختلاف رو قرض میکنه، هی قرض میکنه، آخرش به جایی رسیده که حالا دیگه نداره حتی سود اون قرض رو بده. خلاصه یک کلاف سردرگمی شده که نگو و نپرس. بعد میان پول چاپ میکنن، پول که چاپ میکنن پول بیعت، میگفتن پول بدون پشتوانه، بی پشتوانه. بعد چیز از بین میره، به اصطلاح اون توازن اکسچنج یا عوض کردن دلار به چیزهای دیگه، ین و یورو و مارک و نمیدونم، مارک دیگه نیست، فرانک و فرانک هم دیگه نیست، یکی مال انگلستان، پاوند و اینها. و میبینید که الان آمریکا ذلیل و علیل و بدبخت شده. برای چی؟ برای بدهکاری. حتی یک داستانی بود اون وقتا، میگفتن یه قولی بوده، حالا چه میدونم قوله چرا میرفته هیزم جمع میکرده میورده، همچین اینو میزده تو زمین است که بفروشه، صدا میداده تمام شهر میلرزیده. یه نفر میاد میگه آقا این همه ازش وحشت دارن، چی کار کنیم؟ میگه بابا باید بدهکارش کنیم که یواش بیاد یواش بره. و یه کاری میکنن، میگن آقا قوله شما چرا مثلا با پای برهنه میری، بیا این کفش رو بخر فلان. نه، میگه پول ندارم. میگن اب نداره، ما بعدا بهت میدیم. خلاصه بدهکارش میکنن. آقا قوله وقتی میره نمیدونم هیزم جمع میکنه میاره، دیگه از این به بعد خیلی یواش را میره که طلبکارا نفهمن، خیلی هم یواش این بار هیزم رو زمین میذاره که اینا نفهمن اومده پول گرفته برن دنبالش. اینم ماجرای بدهکاری. حتما شما هم همینجوری هست دیگه، بدهکاری سر ما که میرسه باید نامه بنویسید آقا من ندارم 600 دلار بدم، این ماه نمیدونم این شد اون شد اون شد، مجبورم 200 دلار بدم. ولی اگر
در ارتباط باشید با طلبکارتون بهتر از اینه که کم محلی کنید و اونها رو عصبانی کنید، اونها میان ازتون پول میگیرن. این ماجرای کارت اعتباری مرابحه و سودی تعیین میکند در قبال آن سود فلان، اینها میخوان کلاه شرعی بذارن سر نزول خوردن. حتی از قدیم دوره شاه هم بود، من خودم چند تاشونو میشناختم تو شیراز که میگفتن این آقا پول قرض میده نزول نمیخوره، ولی وقتی شما خواستی بری پولو بهش بدی یه شیرینی براش باید بخری. میگفتیم شیرینی چیه؟ میگفت شیرینی رو خودش میگه. خب این که میشه نزول و نرخش هم تعیین میکنه. اینو میگم از این طرف، اگه این کار رو نمیکردن خیلی از کسایی که مثل من خانواده پولداری نداشته، حقوق چندانی نداشته، نمیتونستن ماشین بخرن، نمیتونستن خونه بخرن و الی آخر. خود شما اگه با نزول و سود و اینها مخالف هستید به من بگید که شما تونستید تو آمریکا یه دفعه خونه بخرید یا مجبور شدید برید نزول بدید؟ اگه رفتی نزول دادی خونه خریدی، پس شما یکی از اونایی هستی که به اصطلاح این کار رو تشویق کردی. و اما یه آدم دیوانه ای هست، سالها پیش من با این کلکل میکردم، این اسمش هست حسین کمپانی. اگه کسی از این اطلاعات بیشتری داره لطفا برای من بفرسته. سالها پیش یه دکتری به من تماس گرفت گفت آقا این که می‌نویسه این حسین کمپانیه، ولی حالا بذارید براتون نشون بدم. و باز جواب اون دوستمون که آقا شما خیلی قشنگ انتقاد میکنید از اینها و منتقد خوبی هستید، من منتقد خوبی نیستم، اینا احمقای خوبی هستن. آیا میشه به یه نفر بگیم احمقای خوبی هستن یا میشه بگیم اینها خیلی احمقن؟ ببینید این آمده نوشته این داستان راست و بخشی از تاریخ دوران خوب گذشته است. خب حالا توضیح میده که چطور بی انصافهایی مثل امیر طاهری و نمیدونم خادی خورسندی و اینها که در آن دوران خوردند و بردند و عشق کردند حالا میان هنوز هم بدی میگن. میگی یادم نمیرود چطور امیر طاهری در هتل جورج پنج در پاریس روی زمین زانو زده بود و التماس میکرد آقای هویدا به او وقت مصاحبه بدهد. خب یکی به این احمق بگه احمق، خود این اشکال اون دوره بوده. نخست وزیر باید مثل آدم دفتر نخست وزیری آقای امیر طاهری زنگ بزنه نوبت بگیره مصاحبه کنه. خب پس همین آقای هویدا که اینقدر تعریفش میکنی، آقای هیکه حسین کمپانی، اینم آدم درستی نبوده. خب حالا باز میاد، اتفاقا من یک ویدیوی گذاشتم آخرین مصاحبه هویدا در زندان آخوندا که در زمان هویدایی که 13 سال نخست وزیر شاه بود و شاه اون رو 5-6 ماه قبل از انقلاب انداخت زندان. حتی توی این مصاحبه از خود این میپرسن از هویدا چرا تو رو انداختن زندان، میگه برید از شاه بپرسید. خب میگه امروز طوری مینویسد انگار از دماغ فیل افتاده و خورسندی همراه صمد و نادان بی سواد فلان آقالو به همه فوش میده. حالا ببینید این طرحی که ایشون تعریف میکنه، اونم از یک مهندس بی نام و نشانی از خود این ترسوتر. میبینید ایمیلشو پاک کرده، اسمش نوشته خاطره یک مهندس دوران قدیم. خب اولا دوران قدیم هم مثل مهندس دکترای امروز که همشون قلابی هستن، یکی یکی توی رژیم ملاها گندش بالا میاد، اونا هم یه سریشون اینجوری بودن، یه سری بی سوادی رفت بودن این ور اونور، یه مدرک گرفت بودن اومده بودن و الا اون جایی که مال ارزشیابی بود فرق میذاشت بین اون کسی که از جورج واشنگتن فارغ التحصیل شده یا اون کسی که از UDC فارغ التحصیل شده یا اون کسی که از دامینیکن ریپابلیک. بمانه خاطره یک مهندس دوران قدیم. نگاه کنید دوستان، من فقط یه تیکش رو میخونم شما ببینید اینا کجا دارن زندگی میکنن. آقای سعیدی دوست عزیز، دوست گرامی، ببین این نوشته یک شاه اللهیه. حالا یا به دروغ مهندسی رو علم کرده یا فرض میگیریم این مهندس راست راستکی وجود داشت. میگه سالها پیش زمان حکومت شاه، هویدا آمد به استان سیستان و بلوچستان، دستور داد دانش آموزان نخبهی که شرایط مالی خوبی ندارند میتوانند با هزینه دولت بورسیه یا ادامه تحصیل بگیرند، فقط گوش کنید شرطش دوستان، فقط معدلشان بالای 19 باشد.
بالای 19 میشه 19 و نیم داشتیم، 19 و 25 هم داشتیم، 19 و 25، 19 و نیم، 19 و 75 و 20. درسته دوستان؟ فقط به اینها. خب اون کسی که معدلش بالا بوده معمولا کی بوده؟ یک کسی بوده که وقتی داشته، پولی داشته، معلم خصوصی داشته، و الا اون بدبختی که وضع مالیش بد بود، مدرسه که تعطیل میشد باید میرفت کنار دست مادرش یا کنار دست پدرش کار میکرد، که وقت نداشت که معدلش بالای 19 بود بوده باشه. حالا این آقای مهندس قلابی میگه در تمام استان 4 نفر بودیم که این شرایط را داشتیم. پس از شنیدن این خبر رفتیم استانداری و خود را به هویدا معرفی کردیم. خب اولا من نمیدونم هویدا رفته توی مدرسه، بعد این بچه ها رفتن خودشون تو استانداری خودشون رو به هویدا معرفی کردن. مثل این که مثلا همه من و شما از کلاس پنجم، ششم، هفتم بهمون گفتودن شهرداری کجاست، استانداری کجاست، همه جوری بلد بودین. درست مثل آمریکا که میبرنشون فیلد تریپ، میبرنشون تو کنگره و اینا. حالا ببینید، باز به اون دوستم میگم، من آدم دانشمندی نیستم. از حماقت اینها یه جایی گفته بودن که خدایا شکرت که دشمنان ما از آدمای احمق هستن. توی استان سیستان و بلوچستان فقط 4 نفر بودن که این شرایط رو داشتن. حالا بشینید شما گریه کنید. حالا اینو سرهنگ فرهومند برای من فرستاده. آقای سرهنگ فرهومند مواظب این حسین کمپانی باش، چون این آقا یه مدتی هم بعد گندش بالا اومد که مشخصات کامپیوترهای همه رو اینور اونور میفروشه، هر جا دلش بخواد، به اصطلاح هر بلای سر این مشخصات بخواد میاره. و الا چرا اسمش مخفی میکنه که کسی نشناستش؟ چرا پشت اسم جاوید ایران قایم میشه؟ دوستان این بوده. حالا هم که خواستن بورسیه بدن، اینجا بورسیه که میخواد بده میره یه بچه ای رو از توی اینجا بهش میگن پراجکت، این قسمتای بی پولای نیویورک ور میدارن، حتی برای پدر و مادرش میان یه آپارتمان چیزی اجاره میکنن، میفسنش توی مدرسه خوبی که اونجا درس بخونه، که امیدشون اینه نمرش خوب بشه بره دانشگاه. ولی این آقا بلند شده رفته اونجا، به قول شیرازی ها هنونوی کرد، بیگ دیل، گفته هر کسی معدلش از 19 بالا باشه. شاید منظورش از 1 تا 100 بوده، چون اینا همشون خارج درس خوندن. میدونید که هویدا فرانسوی صحبت کردنش از ایرانی صحبت کردنش بهتر بود. حتی تو زندانم که باهاش اون فرانسوی صحبت میکنه بهش میگه چرا با فارسی حرف نمیزنه، سرش اینجوری تکون میده، میگه یعنی با فرانسوی بهتر و راحت تر. البته خب اون بچه نمیدونه پدرش یه کاری داشته توی دیپلمات بوده اینا. این بوده. خلاصه دستور داد هر چه زودتر ما را به دانشگاه فردوسی مشهد معرفی نماید. ما خوشحال شادمان در پوست خود نمی گنجیدیم، چون واقعا توان ادامه تحصیل در یک شهر دیگر را نداشتیم. گور پدر آدم دروغگو که تو سیستان و بلوچستان معدلت بالای 19 بوده، ولی توان به اصطلاح رفتن دانشگاه و درس خوندن را نداشتی. ایداد بیداد، این دروغا هست که اینجوری میشه. خب همونجوری که بهتون گفتم، آقای خدا یزدان خدابندلو امشب با ما هستن تا بحث امشب که ادامه همون مقاله فرایند مغز میمونی به مغز انسانی در روند تکامل است، و سوالهایی که بعد از به اصطلاح اون برنامه دوستان روی فیسبوک کردن، از طریق ایمیل سوال کردن و الی آخر. آقای یزدان خدابندلو بهترین راه تماس چیه؟ فیسبوکش هست، با همین اسم، با همین نام، مثل آقای جاوید ایران، مثل حسین کمپانی پشت هیکه قایم نشده، یزدان خدابندلو. خب میدونید که سر و صدای خیلی از آمریکایی ها بلند هست به خاطر کمک هایی که آمریکا به اسرائیل میکنه. اسرائیل هم هر روزی یه کسی رو علم میکنه، یه روز احمدی نژاد رو میاره که این گفته ما میخوایم اسرائیل رو از صحنه دنیا خارج کنیم،
پول میگیره، یه روز یکی دیگر رو میاره، یه روز یه تیر و تفنگی از فلسطین شلیک میشه و الی آخر. ولی حقیقت ماجرا رو اینجا بخونید و من براتون بزرگترش میکنم. بذارید ببینم اون خانومه که این عکس رو گرفته دستش یا این نوشته رو گرفته دستش بهتون اینجوری نشون بدم. بله، نوشته که With $11 million a day in US tax dollars to Israel, I would give every American free healthcare and free four-year university education. میگه با کمک های بلا عوض 11 میلیون دلار روزانه 11 میلیون دلار کمک میکنن به اسرائیل. میدونید که الان سر صدای این اوباما کر یا بیمه های اجتماعی که اوباما پیشنهاد کرد و قبول شد و از سال گذشته خیلی ها. من یه دوستی هفته پیش دیدم، گفتم که کجا بودی، پیدا نبود و اینها، رفته بودی مسافرت، گفت اتفاقا میخواستم برم ایران، همچین که رفتم یه روز قبلش رفتم دکتر که مثلا چون قلبش قبلا چیز داشته از این پیس میکرا که نسخه هامو بگیرم که تو سفر داشته باشم، دکتر گفته اگه بری تو هواپیما میمیری. گفتم چرا؟ گفته قلب تو اینجوریه و اینها و الان باید جراحی کنی. گفت رفتم جراحی و دستگاه و اینها گذاشتن و گفت که خدا پدر اوباما رو بیامرزه. گفتم چرا؟ گفت قبلش به همین دلیلم این با قرص و اینها منو نگه می‌داشت، برای که هیچ بیمه‌ای به من بیمه نمی‌فروخت. میگفتن existing مرض داری، مثلا چی میگن؟ یعنی یک مریضی داری که از قبل از اینکه بیمه بخری داری. و حتی گفت یه عده‌شون با مبالغ خیلی زیادی میگفتن که ما بیمه میکنیم ولی مثلا اون قسمت قلبت رو که قبلا اشکال داشته ما کاور نمیکنیم، پوشش نمیدیم. در صورت الان امروز دیدم و شنیدم که میگه که اوباما هلتکر با مشکل روبرو هست و سال دیگه بین 12% بعضی جاها 100 و خورده درصد بستگی به ایالات مختلف آمریکا اوریجش یا میانگینش میشه 22% افزایش پیدا میکنه. 22% شما بیمت افزایش پیدا کنه خیلیه، اونم بیمه‌ای که قول دادن تأمین اجتماعی باشه یا کپی بیمه های کشورهای اروپایی باشه. خب اینم از این. ببینیم دیگه براتون، آها، در رابطه با آقای سعیدی و صحبتایی که کردن و خیلی نمیخوایم بگیم مذبوحانه ولی میخواستن با زرنگی خاصی بگن که آقا این آقای شاه اگه دروغی هم گفته این دروغ مدبرانه بوده، سیاست مدار بوده اینها، یه دوستی به نام حسین نوشته که کسی میخواست از اجداد و یاران خود تعریف کنند، شروع کرد تعریف کردن، گفت همه این فامیل ها و اجداد ما غمکش و لات های قهاری بودن. حالا این آقای سعیدی هم خواست از شاه تعریف کنه که به ایشون لقب فرومایه داد. بگو مرد حسابی، تظاهر کردن کار انسانهای فرومایه است نه شاهان. از قدیم گفتن کسی رو که میخوای بشناسی کافیه نگاهی به دوستانش کنی. حالا شاه هم با این وضعیت طرفدارانش معلوم بود که چه شخصیتی داشت. سرشناس ترین طرفداران شاه سعید سکویی، شعبان بیمخ، اسماعیل تیغزن، شهرام شلاتان و همینجور نقطه گذاشته رفته. آقای سعیدی، مردم گوش دارن میشنون، چشم دارن میبینن، پشت گوش و چشم مغز دارن فکر میکنن. این مغز داشتن اونها اشکال شماست، چون شما فکر میکنید مثل بینندگان شاه اللهی که مغزشون سالهاست فریز شده، اینها مغزشون فریز شده. نه عزیزم، اینا هنوز مغزشون کار میکنه و از طریق گوش و چشم حرف شما، تصویر شما میره، یا این شمارهایی که میبینن، آمار، ارقام، اینها میره به مغزشون، اونجا نتیجه میگیرن که میگه آقا این چه حرفیه، مسلمان باورمندی نبود، تظاهر میکرد چون مدبر بود. خب آخونده هم اونایی که مسلمانن میگن اینا مسلمان نیستن، تظاهر میکنن. اگه اونجا میشه باورمند به اون اعتبار میدید، آقا باید به اینا هم اعتبار و کردیت بدید. در صورتی که میگیم اینا دروغگو هن، بهشون دیگه اعتماد نمیشه کرد چون دروغ گفتن.
دروغ گفتن اصلا پایه و اساس سیاست و حکومت هر کسی رو میرسه پایین. خب hello again Mr. Sorby, tonight you were talking about شجاع الدین شفا. He died couple of years ago in Paris, age 92. I'm sending picture of a book that he translated different article from poets and authors from all over the world. I get this very same book from my late parent as Nowruz gift when I was about 16 years old. I still have it. It is a beautiful book. عکس کتابرم فرستادن و میگن که شما چون راجع به شجاع الدین شفا صحبت میکردی من یادم افتاد به این که این کتاب رو پدر مادر من وقتی 16 سالم بوده به عنوان هدیه نوروزی به من دادن و این کتاب از شجاع الدین شفا است. بذارید من ببینم اگه بتونم اینجا عکسش رو بهتون نشون بدم. و بله این هم از این کتاب رو چون از احتمالاً با دوربین تلفنشون عکس گرفتن یه کمی باید بچرخونیمش. اون جوکی بود میگه بچرخون قریب هستی اینجا صدق میکنه. بله این کتاب دوستان ببینید که شما هم میتونید ببینید یا نه. سلیکت پریا ما هنوز ماوسمون رو مثل اون ماوسهایی که قرقره داری زیرش میچرخید تکون میدیم بعض وقتا عمل نمی کنه. بله این زیباترین شاهکارهای شعر جهان پایینش هم نوشته انتخاب ترجمه و نگارش شجاع الدین شفا. خب حالا دنباله نوشته ایشون رو بخونم. ایشون نوشته که beautiful book about him, he was friend of Shah for, میگه درباره شجاع الدین شفا همه میدونن که شاه شجاع الدین شفا دوست شاه بود. Almost تمام all years Shah was in power, he, تمام سالهایی که شاه قدرت داشت این هم طرفدار شاه بود و بدون اینکه یه سوالی بکنه یا یه انتقادی بکنه. ببینید این طرفداری نیست، این چاپلوسیه، این ببخشید اینجا براون نوز که میگن این اونه. در هر صورت his job beside translating was cultural and Iranian literature representative. بله میگن به غیر از ترجمه و اینها کارهای فرهنگی میکرد و ایشون نماینده ایران هم بوده، نمیدونم حالا در کجا به عنوان چیز فرهنگی. he was with Shah and his wife. میگه همیشه با شاه و با فرع بود. almost order three در تمام مسافرتاشون because he had information about the culture of that country. میگه که به خاطر اینکه اطلاعات داشت به خاطر اون کشورهایی که میرفتن. he was one of the organizers of nonsense 2500 monarchy celebration. میگه ایشون یکی از به اصطلاح افرادی بود که نقش مهم می داشت. ارگانایز کردن یعنی ترتیب دادن، ترتیب و نظم دادن اون جشن های نانسنس یعنی بیمعنی 2500 ساله شاهنشاهی. بعد we have to admit حالا اون وقت حالا تعریفش کردن، حالا میگه که ولی من باید اذعان کنم، admit اذعان کنم he was the best translator in Iran. I do not know how many languages he knew, I guess quite a few. من باید اذعان کنم که اون he was the best. وقتی میگیم the best یعنی اون بهترین بوده. به نظر من شما بگید یکی از بهترین ها بود، چون این کسی بوده که نزدیک شده، امکانات داشته، شما هم تونستید چیزایی که ترجمه کرده و چاپ کرده ببینید. خیلی هم بودن که ممکنه از این بهتر بودن ولی امکاناتی به اون صورت گیرشون نمیمده. و یه دلیلی هم که ایشون no question ask چسبیده بوده اونا همین بوده که امروز شما بعد از 40 سال 50 سال این ور دنیا تعریف کنی ازش، در صورتی که خیلی ها بودن که به اصطلاح ناشناس موندن تا ناشناس از دنیا رفتن. دلیلش دیکتاتورشیپی شاه و الان هم دیکتاتورشیپی این شیخ هست. خب میگه که بله it looks he had lots of میگه من نمیدونم چند تا زبان بلد بود، احتمالاً زیاد و
خیلی هم به اصطلاح مبرز بوده، یعنی وارد بوده به اون کاری که میکرده. But his personality must be lousy. He was, I think, like Mr. Saidi, who is still waiting for Shah, Shahzade Reza, blows picture of. بله میگه این میگه من فکر کنم شخصیت اینم برای آقای سعیدی بفرستم که آقای سعیدی ببین عزیز من چه اثری میذاری. البته خب شاید برای شما یک چیز باشه، افتخاری باشه که ایشون شما رو با شفا، شجاع الدین شفا مقایسه میکنه. من براتون این رو فرستادم و بله من برای این دوستم نوشتم که اینایی که یه چیزی بلد بودن، اون دانششون، تجربهشون رو به جای اینکه در جهت آگاهی و دانش مردم به کار ببرن، مثل آقای سرهنگ عقیلی پور، مثل آقای تیمسار آریان پور، مثل خیلی های دیگه، رفتن برای خودشیرینی، حقیقتا خودفروشی کردن، فقط خودشون رو رسوندن به اون کسی که قدرت داره. از این نمد هم برای خود کلاهای زیادی ساختند و دوختند و هنوز هم بچه هاشون و نوه هاشون دارن میخورن و میبرن، البته ناگفته نمانن، همشون معتاد و در به در و عقب افتاده، به جایی هم نمیرسن چون یاد نگرفتن فعالیت کنن برای اون چیزی که میخوان. من به ایشون گفتم اتفاقا دلیل اینکه من از مردم سوال میکنم آقا خانم شما که میگی شجاع الدین شفا، این شجاع الدین شفا شعور و فهم و اینها قبلا هم داشت؟ اگه داشت چی بیاد به نشون بدی؟ خب این کاری که شما نشون دادید یه نمونهش، ترجمه کرد، ترجمه کردن که خالق و نویسنده این کتابا و این شعرها نبوده. حالا اگه حقیقتش رو بخواید خداییش قولتون میدم، نه دیگه خدایی که من نمیدونم، قولتون میدم این شعرهایی هم که از این ور اون ور حقیقتا چاپ کرده و ترجمه کرده، کپی رایت یا حق اون نویسنده ها رو نداده. چون کدوم بدبخت نویسنده فرانسوی میدونه که کتابش تو تهران تو ایران چاپ شده و یه نفر داره از بابتش پول با میبره. این باید وجدان داشته باشه به اون بگه که فکر نمیکنم تو همچین آدمی که من دیدم وجدانی وجود داشته باشه. بازم منتظر نظرات شما هستیم. و اما خب این رو هم براتون، بله یه دوستی هنوز گلیگی میکنه که سوال من رو از آقای فیروزی نپرسیدید، سوالاتتون رو دوباره بفرستید تا من برای آقای فیروزی بفرستم. اتفاقا ایشون دیروز دیشب لطف کردن پیام گذاشتن که سفرشون خوب بوده، هم خودشون هم خانمشون دوستانشون فامیلشون اینجا همدیگر رو دیدن خوشحال شدن و به خوبی هم برگشتن. کجا برگشتن؟ همون سان دیگو. و اون دفعه ایشون به من گفت اگر دوستان سوالی دارن اینها بپرسن و من هم میام. ضمناً گفتن اگر کسی هم مایل هست برنامه ها رو به اصطلاح حمایت کنه یا سپورت کنه، اونم تماس بگیره تا این کار انجام بشه. اجازه بدید من یادم رفت اول برنامه این ویدیوی خودم رو از مردم تیوی به صفحه خودم شیر کنم. بذارید ببینم اینجوری میشه. اسم خودم رو نوشتم اینجا ولی این کار نمیکنه، با بنویسم روی صفحه خودم on your own time. بله timeline. بسیار عالی، اینم از. و اما بریم یه نگاهی بزنیم حالا که بندازیم به فیسبوک. یکی از دوستان صبح برای من یه چیزی فرستاده بود، نوشته بود که پدر این خانومه کیه، گلشیفته فراهانی، توی این مصاحبه که داره انجام میده مچ مصاحبه کننده رو گرفته و گفته آقا شما توی ایران اینقدر دزدی میشه، فحشا میشه، قتل و جنایت میشه، اینا رو ول کردی هی گزارش چیزای خارج رو میدی و اینجور و اونجور. توی صحبتاش حتی گفته که به دختر خودش افتخار میکنه. من برای دوستم نوشتم که اولا این صفحه‌ای که برای من فرستادی باز نمیشه. گفت اشکالش چیه؟ گفتم قربان اشکالش شماها هستید که کامپیوتر رو درست کردید و دارین میچرخونید. ماها که گفتیم از روز اول از کامپیوتر چیزی نمیدونیم و خیلی بیگناه و مظلوم وایسادیم این کنار. ولی همین آقای فراهانی که خودش هم تو کار تئاتر و سینما و
اینها بوده، اگر برید دنبال کنید اون اوائل که این خانم گلشیفته فراهانی از ایران آمده بود این برور عکسای لختی و اینها میگرفت، مصاحبه هاش هست که میگفت تو باعث ننگ فامیل ما شدی. حالا بماند که پارسال مثلا رفتن فرانسه با هم تولدشون بوده، رفتن نشستن بیرون کافی خوردن اینها، بماند. این نشون میده این هنرمندای ما هم مثل پرچم هر جایی که باد بیاد اونها هم با این باد به اصطلاح حرکت میکنن. و این هنرمند ما، اون دانشمند ما آقای شجاع‌الدین شفا که چندین زبان میدونسته، تو یکی از این زبانها نگفته بودن که به اصطلاح توانا بود آن که دانا بود، بعد بهش بگن تو که دانا هستی چرا خودت رو ذلیل میکنی میری بلوی یه آدم نادانی که حتی دیپلم نتونسته بگیره، چرا میای خودت رو به نادانی میزنی به جای اینکه جشن 7500 ساله شاهنشاهی بگیری جشن 2500 ساله میگیری که هیچ چیزی جز منافع اسرائیل توش نبوده. برید ببینید اصلا چجوری میشه که این دوستان کلیمی میان تشویق میکنن جشن 2500 ساله رو برای اینکه یه جوری دیگه ثابت کنن که اونها هستن تو دنیا که قدیمی تر هستن، فرهنگ دارن، آدمای به قول این روزی ها فرهیخته و به قول امریکایی ها chosen people، آدمایی هستن که منتخب شدن و برن سرزمین موعودشون هم همین اسرائیل که میبینید نه مرزی هنوز داره نه حدی داره و قانونهای شورای امنیت رو هم رعایت نمیکنه. الان دنبال این هستن که روسیه رو از به اصطلاح شورای امنیت مخصوصا از اون قسمت حقوق بشرش اخراج کنن. این روسیه هم آرتی تیوی اگه نگاه کنید، من یه تلویزیون اینجا دارم به غیر از آرتی و دو سه تا کانال چاینیز چیز دیگه نمیگیره، اگه اونو نگاه کنید میگه خب شمایی که توی آمریکا هستید United Nation میخوایم روسیه رو اخراج کنی، همش ما میگیم شوروی، شوروی دیگه مرد تموم شد رفت تیک تیکش، بیاین عربستان سعودی، بیاین کشورهای دیگه‌ای که باهاتون دوست هستن و توی اونها حقوق بشر از کشورهای دیگه‌ای که باشون دشمن هستید بدتر و به اصطلاح بیشتر زیر پا گذاشته میشه، اونها رو هم نگاه کنید. و اینجاست که میگه معمولا آمریکا چیزی نمیگه. بذارید من صفحه این مردم تیوی فیسبوک رو بهتون نشون بدم که اگر تا امروز ندیدید و نمیشناسید و اینها به اصطلاح بیان یه نگاهی کنید. و الان مدت هاست چند هفته که ما برنامه های زنده رو از به اصطلاح فیسبوک مردم تیوی هم برای شما پخش میکنیم. مردم تیوی اجازه بدین بیام اینجا 4 به 3 بیاین، بله اینجا ببینید تو اینجا به اینا میگن باکس یا ادرس باکس یا سرچ باکس. توی این قسمت باکس هم که حالا معنی جعبه میداده، هر چهار گوش هم شما خط بکشی میشه باکس، حتی این چهار راهایی که توی خیابون وجود داره تابلو زدن که باکس را اشغال نکنید. من اولا میگفتم خدای این چی میگه باکس را اشغال نکنید، منظورش اینه که ماشینتون نیارید اون جلو رابندون ایجاد کنید. ببینید شما توی این میان تایپ میکنید مردم تیوی، همچین که تایپ کردید اینا چندین مردم تیوی میاد که همه اینا متاسفانه مال ما بوده، ولی این یکی که عکس خودم رو گذاشتم شما میزنی باز میکنی این صفحه میاد. وقتی آمد شما یک کمی متفاوت میبینین با این چیزی که من دارم اینجا، ولی نشونش همینه، نوشته اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی در واشنگتن و واقعا هم اولین هستین. 2003 هیچ تلویزیون ایرانی زودتر از 2003 اینترنتی نشد. و بعدم اینجا میان پایین تر شما روی این که کلیک کنید یک آقای خوشتیپ جنتلمن جوان قدیم براتون حرف میزنه، بفرمایید. زودتر از 2003 اینترنتی نشد و بعدم اینجا میان پایین تر شما روی این که کلیک کنید یک آقای خوشتیپ جنتلمن جوان قدیم براتون حرف میزنه، بفرمایید. زودتر از 2003 اینترنتی نشد. خب این حالا مشکل بود به این آسونی، شما هم اون پایین شیر کنید با دوستانتون. این هم از این ماجرا.
ساعت 2:56 است. من هنوز به قول این دوستمون میخوند که آها، یه نفرم ایراد گرفته بود که چرا آقای سعیدی میگه از نقطه بالاتر باید نگاه کنیم. این منو یاد مهدی وطنخواه میندازه، تلویزیون ایرانیان آریایی، که همش میگه ما از این بالا اگه نگاه کنیم مثل که اینا هی هستن، هشیش کشیدن. بعد میگه که پادشاه هم از نقطه بالا نگاه میکرد. این دوستمون نوشته بود آقا اگه پادشاه از نقطه بالا نگاه میکرد و به اینجا رسید، همون بهتر که 2-3 پله بیاین پایین‌تر، از پایین هم سطح مردم نگاه کنید، بلکه اوضاع بهتری داشته باشید. بله، برای اینکه حکومت رو حفظ کنند. اوکی، اینا رو صحبت کردیم، از خودشون سوال کنید. و آره، این دوست ما برنامهش رو هر وقت میخواست تموم کنه میگفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. اینم ماجرای تلویزیون و برنامه ایرانی، درست مثل برنامه داستانهای شبه که با ذوق و شوق میومدیم مینشستیم، ساعت 9 شب بودن، گوش میدادیم، بعد آخرش میدیدیم ای بابا دوباره ولمون کردن توی صحرای نمیدونم چی شد، تا فردا شب یا تا هفته آینده. من جمعه با شما خواهم بود، جمعه 12 ظهر کانون آوا برنامه داره، به احتمال زیاد ویدیو این هفته پخش میکنن. 2 بعد از ظهر سربی با مردم، 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی هستیم به جای دکتر کاظم افشارها، و 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد از ایران احتمال زیاد ویدیوی جدیدی درست میکنن. ویدیوی هفته قبلشون درباره صحبت‌های آقای فیروزی بود. بریم به آلمان ببینیم که این آقای یزدان خداوندلو که ما انسان‌ها رو از روی درخت آورد پایین و دممون رو هم قطع کرد، امروز میخواد چی بگه و ماجرا به کجا تمام خواهد شد. بله، ایشون، آها بذارید من میخوام ویدیو ایشون رو جدا کنم، اجازه بدید. بذارید به آقای خداوندلو بگم برای اینکه ویدیوی مستقلی داشته باشن، من 1 دقیقه باید اینو خاموش کنم و روشن کنم. آقای خداوندلو شما باشید روی اسکایپ. دوستان عزیز، اگر از فیسبوک ما رو میبینید مجدداً ارتباط رو برقرار کنید، اگرم از تلویزیون مردم میبینید یک ریفرش باید انجام بدید، مثل آقای سعیدی اگه صفحتون نشون داد سیاه، نگران نباشید، با ما باشید تا 1 دقیقه دیگه، شادم کمتر از 1 دقیقه. مرسی.